نسیمه توتوخیل بوشنده شهری کابل است و 3 ماه شده که با 2 دختری خود به شهری وحدتی تاجیکستان آمده است. او خیلی جوان بوده که شوهرش را از دست داده و 18 سال می شود یگانه نانآوری خانواده اش است. پیش از آمدن به تاجیکستان نسیمه در پاکستان مهاجر بود. اما با توجه به خطرهایی که به گفته خودش متوجه یک زنی به سرپرست می تواند باشد و مشکلات زبان نتوانست در پاکستان زندگی کند. فضایتان پسند است، کم مشکلات اقتصادی میجیقم دیگه، فضای خیلی خوب داره، مردم بسیار خوب داره، امنیت بسیار خوب داره، حکومت بسیار خوب دارن، از ایشان خیلی خوش هستم که دوزی نیست، چور چپال نیست، قتل نیست، این چیزا نیست که در پاکستان بود، در افغانستان بود، اینجا نیست، اینجا خیلی خوش هستم. مهسا توتوخیل دختر نسیمه میگوید با آمدن طالبان همه درهای تحصیل برایشان مسدود شد. در اینجا میخواستم دکتر شم، میخواستم زیاد آرزوها داشتم وقتی که طالبا آمده که مکتبا بسته شد، همه چیز برای دختران 20 سال وقف زده شد دیگه، تمام آرزوهای ما برباد شد. باز از اون زیاد افسردگی گرفته بودیم، ما جگرخونی میکردیم. مادرم این طرف آمدیم، طرف تاجیکستان آمدیم، گفته که همزبان هستن دیگه، مردم خوب هستن، از او خاطر اینجا آمدیم که درس بخوانیم، اینجا آمدیم. اینجا دفتری اوریونا نهاده است که به پناهجویان افغان مقیم تاجیکستان کمک های گوناگون اجتماعی و حقوقی فراهم میکند. مصویر بهادوری رهبری این نهاد مهاجرین افغان در تاجیکستان میگوید که در 5 ماه سال 2024 نزدیک 400 فامیلی افغان به تاجیکستان آمدند. 3-4 ماه شد که آمدن مهاجرین به تاجیکستان به حد زیاد شده. چی مشکل دارن؟ معیوب، معلول طبقه هستن، بیوای بی سرپناه هستن، اینا ثبت میشن. باز ما یادداشت داریم که هر کدومش در کاتگوری میگیریم، زمانی که کمک رسانی میشه برشان، اینا در قدم اول در اولویت قرار داره که اینا رو باز ما کسایی که کاتگوری هستن باز اینا رو کمک برسانیم برشان. خانم نسیمه هم اینجا آمده تا یگان وظیفه یا کمک پیدا کند، زیرا پیش از آمدن به تاجیکستان او تمام داشته های خود را فروخته بود. تون وسایل ما فروختم، یگان دوستام را کمک کردن که من دخترام را کشیدم. بخاطر از اینکه یاد دختر بودم خودم هم اجازه نداشتم، میگفتن باید زن جوان عروسی کنه، دختر جوان باید عروسی کنه. دیگه با او خاطر دیگه یا کودک بودن باید مکتب میخواندن، اینا زیاد علاقه دارن که مکتب بخونن، میگفتن ما میخوایم تحصیل کنیم، درس خود پیش ببریم. از این خاطر دیدم که دخترم افسردگی گرفت، خواستم اینجا بیام که درس بخونن. اکنون این زنی پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان تنها یک مقصد دارد، آن هم پیدا کردن جای کاری خوب و حداقل پرداخت پولی تحصیلات دخترانش. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.